اتاق مشاوره دکتر ایگور به خود آمد. روی تختی سفید و پاک با ملحفه‌های تمیز دراز کشیده بود. دکتر ایگور به ضربان قلبش گوش می‌داد و ورونیکا وانمود می‌کرد که هنوز در خواب است. اما با توجه به کلماتی که دکتر زمزمه می‌کرد، احتمالاً چیزی در درونش تغییر کرده بود. نگران نباش. با این شرایط سلامتی می‌تونی تا 100 سال دیگه عمر کنی. ورونیکا چشمایش را گشود. یک نفر لباسهایش را بیرون آورده بود. کی؟ دکتر ایگور؟ یعنی دکتر او را برهنه دیده بود؟ مغزش خوب کار نمی کرد. چی گفتید؟ گفتم نگران نباش. نه، گفتید تا 100 سالگی عمر می کنم؟ دکتر به طرف میز تحریرش رفت. دکتر ایگور همانطور که سعی می کرد چیزی را پنهان کند گفت: تو علم پزشکی چیز قطعی نیست. همه چیز ممکنه. قلب من چطوره؟ همونطوری که بوده. دیگر نمیخواست چیزی بشنود. وقتی پزشکا با یک مورد جدی روبرو میشوند همیشه میگویند تا 100 سالگی عمر میکنی و یا مشکل جدی ندارین و یا باید آزمایش‌ها رو تکرار کنیم. احتمالاً میترسند بیمار در اتاق مشاوره دیوانه بشود. سعی کرد از جایش برخیزد اما نتوانست. تمام اتاق به گرد سرش چرخید. یک کمی دیگه دراز بکش تا حالت بهتر شه. مزاحم من نیستی. ورونیکا فکر کرد. خوبه. مگه مزاحم باشم اهمیتی هم داره؟ دکتر ایگور که پزشک با تجربه بود تا مدتی ساکت ماند و وانمود کرد مشغول خواندن مقاله های روی میزش است. وقتی آدم با کس دیگری تنها باشد و او هم چیزی نگوید، شرایط آزاردهنده، پرتنش و تحمل ناپذیر می شود. دکتر ایگور امیدوار بود که دختر شروع کند به حرف زدن و بتواند اطلاعات بیشتری برای فرضیه‌اش در مورد دیوانگی و درمانی که داشت کشف می کرد گردآوری کند. اما ورونیکا یک کلمه هم حرف نمی زد. دکتر ایگور فکر کرد شاید دچار میزان بالای مسمومیت با ویتریوله و تصمیم گرفت سکوت را بشکند. سکوتی که داشت پرتنش آزاردهنده و تحمل ناپذیر می شد. همانطور که سعی می کرد تا حد امکان خود را بی‌اعتنا نشان بدهد گفت پس دوست داری پیانو بزنی؟ دیوونه هم خوششون میاد. دیروز مردی که به شدت مبهوت بود داشت به پیانوی من گوش می داد. بله ادوارد، به یکی گفته که خیلی خوشش اومده. کی می دونه؟ شاید هم دوباره شروع به غذا خوردن کنه. ورونیکا گفت یه آدم اسکیزوفرن که از موسیقی خوشش میاد و به یکی دیگه هم گفته؟ آره. و به گمان من حتی نمیتونی فکرشو بکنی که از چی صحبت میکنی. آن پزشک که با آن موهای جوگندمیش بیشتر به یک بیمار میمانست درست میگفت. ورونیکا اغلب واژه اسکیزوفرنیک را شنیده بود اما هیچ نمیدانست معنایش چیست. به امید آنکه بیشتر درباره اسکیزوفرنی بداند پرسید درمان هم داره؟ دکتر گفت میشه مهارش کرد. هنوز درست نمیدونیم توی دنیای جنون چی میگذره. هنوز همه چیز خیلی تازه است. درمان هم که هر 10 سال یه بار تغییر میکنه. بیمار اسکیزوفرنی کسی که قبل از اون تمایلی طبیعی به خارج کردن خودش از این جهان داشته، تا اینکه عاملی که بنا به شرایط فردی گاهی جدی و گاهی سطحیه اونو وادار به خلق واقعیت ویژه‌ای خودش میکنه. این حالت ممکنه به شرایط بیگانگی کامل منجر بشه، حالتی که بهش میگن کاتاتونی، اما کم پیش میاد درمان بشن. دست کم تا حدی که بشه بهشون اجازه یه زندگی تقریبا عادی داد. فقط به یه چیزی بستگی داره، به محیطشون. ورونیکا گفت میگید واقعیت ویژه خودشون رو خلق میکنن؟ اما واقعیت چی هست؟ واقعیت هر چیزی که اکثریت بهش اعتقاد دارن. لزوماً بهترین یا منطقی ترین نیست، اما چیزی که نیازهای کل جامعه اونو میپذیره. این چیزی که دور گردن منه میبینی؟ منظورتون کراواته؟ دقیقاً. پاسخ تو منطقیه. یه پاسخ منطقی که هر انسان کاملا سالم میده، این کراواته. اما آدم دیوونه ممکنه بگه که
این که دور گردنم آویزون کردم یه تکه پارچه رنگی مسخره و بیفایده است که خیلی پیچیده و گره خورده است و وارد شدن هوا رو به ریه ها و چرخوندن سر رو سخت در میکنه. هر وقت نزدیک پنکم باید خیلی مراقب باشم وگرنه ممکنه این تکه پارچه خفم کنه. اگر قرار بود یه دیوون ازم بپرسه این کراوات به چه دردی میخوره بهش میگفتم به هیچ دردی نمیخوره. حتی چندانم تزیینی نیست چون این روزها به نماد بردگی و قدرت و انزوا تبدیل شده. تنها کارکرد واقعا مفید کراوات احساس رهاییه که وقتی آدم میره خونه و برش میداره احساس میکنه. آدم احساس میکنه خودش رو از یه چیزی آزاد کرده. هرچند نمیدونه دقیقا چی. اما این احساس رهایی واقعا کراوات رو توجیه میکنه؟ نه. با وجود این اگه از یه دیوونه و یه آدم سالم بپرسیم که این چیه؟ شخص سالمی که میگه کراوات. مهم نیست که کی درست میگه. چه اهمیتی داره که کی درست میگه؟ پس چون اسم درسته یه تیکه پارچه رنگی رو گفتم نتیجه میگیرید من دیوونه نیستم؟ دکتر ایگور که در این زمینه متخصص بود و چندین مدرک بر دیوار اتاق مشاورش آویخته بود با خودش گفت نه تو دیوونه نیستی. تلاشت برای تمام کردن زندگی خودت برای یه انسان کار مناسبی بوده. مردم زیادی رو میشناخت که داشتن همین کار رو میکردن. با وجود این خارج از بیمارستان زندگی میکردن و نقاب بیگناهی و سلامت بر خود میزدند. صرفاً به خاطر اینکه شیوه رسوایی آور خودکشی را برنگزیده بودند. آنها داشتند خودشان را آرام آرام میکشتند. خودشان را با چیزی که دکتر ایگور ویتریول مینامید مسموم میکردند. ویتریول ماده سمی بود که دکتر ایگور در طی ملاقات ها و مکالمه هایش با زنان و مردان مختلف علائم مسمومیت با آن را شناسایی کرده بود. اکنون داشت در مورد این موضوع رساله‌ای می‌نوشت که قرار بود برای بررسی به فرهنگ سرای علوم اسنوانی بدهد. پس از نظریه دکتر پینل، این رساله مهمترین گام در زمینه جنون بود. دکتر پینل دستور داد بیماران را از زنجیر آزاد کنند و به این ترتیب جهان پزشکی را با این نظریه که حتی میتوان برخی از بیماران را درمان کرد، حیرت زده کرد. همانند لیبیدو، ماده شیمیایی منشأ میل جنسی که دکتر فروید شناسایی کرده و اما در هیچ آزمایشگاهی به دست نیامده بود، ویتریول ماده‌ای بود که در شرایط ترس‌آور در بدن انسان ترشح می‌شد. هرچند هنوز با آزمایش‌های تف‌نگاری جدا نشده بود. با این وجود به سادگی می‌شد توسط مزه‌اش آن را تشخیص داد. نه شیرین بود و نه خوش‌طعم، مزه‌ای تلخ داشت. دکتر ایگور کاشف شناخته نشده این ماده کشنده نامی سمی را به آن داده بود که در گذشته محبوب امپراتوران و پادشاهان و عشاقی بود که می‌خواستند خود را از شر فرد مزاحمی راحت کنند. یک عصر طلایی، عصر شاهان و امپراتوران، زمانی که آدم می‌توانست عاشقانه زندگی کند و بمیرد. قاتل قربانیش را به یک ضیافت شام شکوهمند دعوت می‌کرد. خدمتکار در دو لیوان بسیار نفیس برای آنها نوشیدنی می‌ریخت و یکی از نوشیدنی‌ها آلوده به ویتریول می‌شد. هیجانی را تصور کنید که در اثر هر حرکت قربانی ایجاد می‌شد. گیلاس را برمی‌داشت، چند واژه پراحساس و یا توهین‌آمیز می‌گفت و درست مثل آنکه گیلاس حاوی یک نوشیدنی بسیار خوشمزه باشد، آن را می‌نوشید. آخرین نگاه حیرت‌زده خود را بر میزبانش می‌انداخت و بعد روی زمین می‌افتاد. اما این زهر که اکنون به دست آوردنش بسیار دشوار و بهایش بسیار گران بود، با شیوه های مطمئن تر نابودی جایگزین شده بود. اسلحه های کمری، باکتری ها و غیره. دکتر ایگور که ذاتن احساساتی بود، این نام را از فراموشی بیرون کشیده و به بیماری روحی بخشیده بود که میخواست تشخیص دهد. بیماری که به زودی کشف آن جهان را شگفت زده میکرد. عجیب بود که هیچ کس تا آن موقع ویتریول را به عنوان یک زهر کشنده توصیف نکرده بود. هرچند بسیاری از افراد مسموم با آن مزه‌اش را تشخیص می دادند و به فرایند مسمومیت به عنوان تلخی اشاره می کردند. هر کسی کم یا زیاد مقداری تلخی در بدنش دارد. درست همانطور که همه ما حامل باسیل سل هستیم. اما این دو بیماری فقط وقتی حمله می کنند که بیمار ناتوان بشود. در مورد تلخی، شرایط مناسب برای بیماری هنگامی ایجاد می شود که شخص از به اصطلاح واقعیت بترسد.
اشخاص خاصی در اشتیاق ساختن جهانی که هیچ خطر خارجی امکان نفوذ به آن را ندارد، دیوارهای دفاعی بسیار بلندی در برابر جهان خارج، در برابر اشخاص جدید، مکانهای جدید و تجربه‌های جدید می‌سازند و جهان درونی خود را برهنه بر جای می‌گذارند. در اینجاست که تلخی عملیات قطعی خود را آغاز می‌کند. نیروی آرزو مهمترین هدف تلخی است و یا آنطور که دکتر ایگور مایل بود آن را بنامد، ویتریول. افرادی که این زایه به آنها حمله می کند، اندک اندک تمامی آرزوهای خود را از دست می دهند و در طول چند سال دیگر قادر به ترک جهان خود نخواهند بود. همان جهانی که نیروی عظیمی را به صرف ساختن دیوارهای دفاعیش کردند تا واقعیت را به آنی که می خواهند تبدیل کنند. برای پیشگیری از حمله خارجی، این افراد به عمد رشد درونی خود را نیز محدود می کنند. همانطور سر کار می روند، تلویزیون تماشا می کنند، بچه دار می شوند، از ترافیک شکایت دارند، اما این چیزها به طور خودکار رخ می دهند و هیچ احساس خاصی با آنها همراهی نمی کند. چون در هر حال همه چیز تحت کنترل است. بزرگترین مشکل مسمومیت با تلخی این است که احساسات نیز، نفرت، عشق، ناامیدی، شیفتگی، کنجکاوی و یا هر حس دیگری از بروز خود جلوگیری می کند. پس از مدتی هیچ آرزویی برای شخص تلخیده نمی ماند. این افراد فاقد آرزویند، چه برای زندگی، چه برای مرگ، و مشکل همین است. به این خاطر افراد تلخ می شوند و شیفته قهرمانان و دیوانگان، چون آنها هیچ ترسی از زندگی یا مرگ ندارند. هم قهرمانان و هم دیوانگان نسبت به خطر بی‌اعتنا هستند و بی توجه به حرف مردم پیش می روند. دیوانه دست به خودکشی می زند، قهرمان به نام هدفی خود را به دست شهادت می سپارد، اما هر دو می میرند و شخص تلخیده روزها و شبها را صرف اندیشیدن به پوچی یا شکوه مرگ آنها می کند. این تنها لحظه ایست که تلخیده نیروی بالا رفتن از دیوارهای دفاعی خود را می یابد تا از فراز آن نگاهی به جهان خارج بیندازد. اما سرانجام دست ها و پاهایش خسته می شود و بار دیگر به زندگی روزمره خود برمی گردد. شخصی که به طور مزمن تلخ شده، تنها یک بار در هفته متوجه بیماریش می شود، غروب روزهای تعطیل، در آن هنگام که هیچ کار و یا قاعده ای ندارد که علائمان را برطرف کند، احساس می کند چیزی بسیار دوزخی است و فقط احساس تندی از آزردگی مداوم می یابد. در هر حال فردای روز تعطیل می رسد، هرچند این حقیقت را که هرگز وقت کافی برای استراحت ندارد نفرین می کند و شکایت دارد که روزهای تعطیل آخر هفته به سرعت سپری می شوند. از دیدگاه اجتماعی تنها مزیت بیماری این است که به معمول تبدیل شده و بستری شدن دیگر ضرورتی ندارد، مگر در مواردی که مسمومیت چنان شدید باشد که رفتار بیمار بر رفتار دیگران نیز تأثیر بگذارد. با وجود این، بسیاری از افراد تلخیده به زندگی در خارج بیمارستان ادامه می دهند و برای جامعه یا دیگران هیچ تهدیدی به شمار نمی روند، چون به علت دیوارهای بلندی که محاصرهشان کرده کاملا از جهان جدا شدند، هرچند وانمود می کنند که در آن شریکند. دکتر زیگموند فروید لیبیدو را کشف کرد و با روانکاوی درمانی برای مشکلات آن را یافت. جدایی از کشف وجود ویتریول، دکتر ایگور باید ثابت می‌کرد که درمانی هم وجود دارد. می‌خواست در تاریخ پزشکی اثر خود را بر جای بگذارد، هرچند مطمئن بود پس از انتشار نظریاتش با مشکلات فراوانی روبرو می‌شود، چون مردم به هنجار از زندگی خود راضی بودند و هرگز وجود چنین بیماری را نمی‌پذیرفتند. و در همان حال بیماران بازار عظیم بیمارستان‌های روانی، آزمایشگاه‌ها، کنگره‌ها و غیره را تغذیه می‌کردند. دکتر ایگور مغرور از آن که درست درک نشده به خود گفت: مطمئنا دنیا قدر تلاش‌های منو نمی‌فهمه. در هر حال بهایی بود که هر نابغه‌ای باید می‌پرداخت. ورونیکا پرسید: چی شده دکتر؟ ظاهراً به دنیای بیماراتون کشیده شدید. دکتر ایگور این اشاره غیر محترمانه را نشنیده گرفت. گفت: حالا میتونی بری.